به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بنده زینب نعمتی هستم، معلم رسمی آموزش و پرورش دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان در کارشناسی علوم تربیت و ارشد روانشناسی و عضو سازمان نظام روانشناسی. دیگه زمان انتخاب رشته رسیده و خیلی از دوستان علاقمند هستن که دانشگاه فرهنگیان رو به عنوان محل تحصیلشون انتخاب کنن. بعضی هم هستن که مرددن که این دانشگاه رو به عنوان محل تحصیلشون انتخاب کنن یا نه. من به عنوان شخصی که تحصیلاتم رو دارم دانشگاه گذروندم، فکر می‌کنم کسی باشم که بهتر از هر کسی میتونم شما راهنمایی کنم. برای همین این ویدیو رو تهیه کردم، امیدوارم که براتون مفید باشه. دوستان عزیز، اول باید شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان رو بدونید. اولین شرطش این هست که سن شما بالای 24 سال نباشه، یعنی حد اکثر سن 24 سال هستش. حالا اخیراً یه شایعه هست با این عنوان که سن رو دوباره برگردونن به حالت قبلی که قبلاً 22 سال بود. میگن که امکان داره امسال هم همچین چیزی اتفاق بیفته، ولی فعلا در حد همون حدس و گمان هست، معلوم نیست که بشه یا نه. مورد بعد این هست که تراز کنکور شما نباید پایین تر از 7000 باشه. تا سالهای قبل 6500 بود، امسال 500 تا افزایش پیدا کرده. مورد بعدی همین هست که معدل 4 سال دبیرستانتون باید برای رشته های انسانی 15 یا بالاتر باشه و برای رشته های سایر رشته ها 14 یا بالاتر باشه. و اگر مرحله اول حالا تونستید اوکی بگیرید از سمت سازمان سنجش و دانشگاه فرهنگیان برای ورود به دانشگاه فرهنگیان، میرید برای قسمت دوم، یعنی مصاحبه، که انشاءالله بعداً هم یه ویدیو برای این تولید میکنم براتون و توضیح میدم که مصاحبه چجوری خواهد بود و برای موفقیت توی مصاحبه باید چی کار انجام بدید. دانشگاه فرهنگیان توی 3 تا شاخه پذیرش داره. اولین شاخه دبیری آموزش ابتدایی هستش که همه رشته ها به غیر فنی میتونن ازش انتخاب انجام بده، یعنی انتخابش بکنن. برای پایه های اول تا ششم ابتدایی هستش. ساعت موظف تدریس معلم ابتدایی 24 ساعت در هفته هست و 5 ساعت در روز رو در مدرسه حاضر خواهد بود. دوستان عزیزم دقت کنید، میزان درآمده، یعنی حقوق معلمان ابتدایی بیشتر از دو گروه بعدی هست که خواهم گفت، به دلیل اینکه هر روز باید با آمادگی برن سر کلاس، یعنی روزانه کار خیلی زیادی دارن اینا و ساعت کاریشون هم روزانه زیاد هستش. گروه دوم اونهایی هستند که هنرستانی هستند، رشته های فنی حرفه‌ای و کار دانش رو خوندن، میتونن رشته های دبیری یا هنرستان رو انتخاب بکنن. درآمد اینها تو رده دوم قرار داره به دلیل اینکه کارگاه‌های در واقع عملی برگزار می‌کنند. گروه سوم هم دبیری متوسط است. اینها هم میتونن تو رشته‌های انسانی، ریاضی و تجربی رشته‌های مختص به خودشون رو انتخاب کنن و دبیری اون رو بخونن. آخرین میزان حقوق هم برای اینها هست که نسبت به دو گروه قبلی حقوق کمتری دریافت میکنه. اما دوستان توجه بکنید که ساعت موظف کاری هر سه گروه 24 ساعت در هفته هست، که حالا گروه هنرستانی ها و دبیری ها 3 روز در هفته میتونن برن مدرسه، یعنی ساعت کاریشون رو جوری بچینن که زمان کمتری رو برن مدرسه، ولی معلم های ابتدایی موظفن شنبه تا چهارشنبه تو مدرسه باشن و خدمت بکنن. خب دوستای عزیز، از مزایا و معایب دانشگاه فرهنگیان صحبت میکنیم. اولین مزیت دانشگاه فرهنگیان این هست که شما از بدو ورود استخدام آموزش و پرورش هستید، استخدام رسمی آزمایشی زمانی که دانشجو هستید و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید، این استخدام رسمی آزمایشیتون تبدیل میشه به استخدام رسمی قطعی. پس این امتیاز خیلی بزرگ هست که شما استخدام رسمی دولت هستید از زمانی که وارد دانشگاه شدید. مورد بعدی این هست که شما، یعنی این برای آقا پسرها هست که نیازی نیست که خدمت سربازی برن و معاف از سربازی هستن اونایی که تو دانشگاه فرهنگیان تحصیل میکنن. مورد سوم این هست که شما در دوره دانشجویی هم حقوق دریافت میکنید. درسته که 45 درصد حقوقتون برای خوابگاه و غذاتون کم میشه، اما خوبیش این هست که شما چیز از جیبتون نمیدید.
در واقع با همون پولی که دولت به شما میده شما این هزینه ها رو پرداخت میکنید، یعنی کسر میشه از حسابتون 45% حقوقتون و بقیه رو به خودتون میدن و واریز میکنن تو حسابتون و میتونید ازش استفاده بکنید. نکته مثبت بعدی که تحصیل توی دانشگاه فرهنگیان داره این هست که این 4 سالی که تو دانشگاه هستید به عنوان سابقه شما حساب میشه و شما تو سن کمتری بازنشسته میشید، یعنی اگر توی سن 18 سال وارد دانشگاه شده باشید توی سن 48 سالگی بازنشست میشید، یعنی 30 سال بعد بازنشست میشید. شما درسته که حقوق هم میگیرید و در این دوران شما بیمه هم هستید، یعنی میتونید از خدمات بیمه استفاده بکنید. بعد دیگه چیزی فکر نمیکنم از قلم افتاده باشه، اگر چیزی یادم افتاد حتما میگم. خب یه سری چیزای دیگه تو دانشگاه فرهنگیان هست که ممکنه برای بعضی مزیت باشه برای بعضی محدودیت باشه. مثلا دانشگاه فرهنگیان یه ویژگی که داره اینه که تفکیک جنسیتی وجود داره، یعنی دانشکده پسرها و دخترها از هم جدا هستش و هیچ برخورد با هم ندارن مگر توی همایش ها و تجلیل هایی که از دانشجوهای نمونه از برگزیدگان مسابقات مختلف میشه و در اون زمان ها شما ممکنه هم دیگه رو ببینید، ولی در حالت کلی تفکیک جنسیتی وجود داره. مورد بعدی این هست که توی دانشگاه فرهنگیان البته بیشتر پردیس ها به این شکل هست که چادر سر کردن برای خانم ها اجباری هستش، برای دانشجوهای دختر چادر سر کردن اجباریه و دانشجوهای پسر هم از نظر پوشش باید خیلی رعایت بکنن و کلن باید خیلی مراقب این چیزا باشید، خصوصا زمانی که برای مصاحبه میرید. حالا بعدا خواهم گفت که چیا رو باید رعایت کنید که اینا خیلی مهم هستن. دانشجویان ترم 7 و 8 به جای اینکه برن کارورزی جدیدن، یعنی توی 2-3 سال اخیر میرن مدرسه، یعنی میرن توی مدرسه ها خدمت میکنن، میرن سر کلاس به دلیل کمبود نیرو و بقیه درس هاشون رو به صورت غیر حضوری میگذرونن و به نظرم این خیلی بهتر از اینه که حالا نیروهای بیرون بیان برای آموزش و پرورش کار کنه. این چند ترمی که شما کار میکنید توی مدرسه به عنوان تجربه خیلی خوبی برای شما خواهد بود. خب دوستان عزیز، فکر میکنم دیگه همه مزایا و معایب دانشگاه فرهنگیان رو گفتم. حالا یه سری چیز نکته ها هست که باید بهتون بگم. مثلا اینکه اگه شما میخواید زمانی که درستون رو تموم کردید وارد یه محل کار، یعنی محل خدمتتون محل خدمت خوبی باشه، تو سال اول بتونید حتی داخل شهر بیاید، مدارس شهری بیاید. حالا بعضی دوست ندارن چون زحمت مدارس شهری خیلی زیاده، تعداد دانش آموزا اکثرا بالای 35 نفره و اینکه عملا شما وقتی بی تجربه وارد این محیط میشید واقعا ممکن سختتون بشه، ولی بعضی این رو پذیران میشن و براشون خیلی شیرین هستش. اگه میخواید این اتفاق براتون بیفته حتما باید تو دوران دانشجویی فعالیت زیادی داشته باشید، یعنی توی المپیادهای دانشجویی شرکت کنید، معدل بالایی داشته باشید، مسابقات مختلف شرکت بکنید، مقام بیارید، مقاله علمی بنویسید. اینا به عنوان امتیازاتی هست که نه تنها تو دوران دانشجویی بلکه بعداً برای رتبه بندیتون هم به دردتون میخوره. پس حتما فعال باشید. اینجوری نباشه که فکر کنید دانشجو شدید استخدام شدید دیگه همه چی تموم شد، همچین چیزایی هست که بعداً باش روبرو خواهید شد. پس به عنوان کسی که این تجربه ها رو داشته ازتون میخوام که فعالیت زیادی داشته باشید اگه وارد دانشگاه فرهنگیان میشید. دوستان عزیز، و یه نکته خیلی 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 مهم این هست که اگر واقعا علاقه من به تدریس توی مدارس هستید، اگر عاشق معلمی هستید وارد دانشگاه فرهنگیان بشید، وگرنه بعدن مشکلات و محدودیت هایی که وجود خواهد داشت شما رو خسته میکنه، زده میکنه و شما نمیتونید دوام بیارید. دوستان یه چیزی هم من یادم افتاد، حالا این به عنوان عیب میتونه باشه برای بعضی هایی که قصد مهاجرت دارن، برای بعضی هایی که بعدن تصمیمشون هست که شغلشون رو تغییر بدن، این هست که شما وقتی وارد دانشگاه میشید و موقع استخدام 2 برابر مدت تحصیلتون یه تعهد به آموزش و پرورش میدید، یعنی مدت 8 سال شما حق تغییرش و حق آزادسازی مدرکتون رو ندارید مگر اینکه جریمه پرداخت کنید، یعنی کل اون هزینه حکمتون که تو دوران دانشجویی بوده رو 2 برابرش رو به دولت پرداخت بکنید.
خب دوستای گلم، ممکنه برای بعضی این سوال وجود داشته باشه که من چطوری میتونم بعد اینکه دانشگاهم رو تمام کردم، کارشناسی رو خوندم، برای ادامه تحصیل اقدام کنم؟ آیا مثل دانشگاه دیگه هست؟ آیا شرط خاصی داره؟ بله دوستای عزیز، شما به شرطی میتونید ادامه تحصیل بدید که ادامه تحصیلتون مانع خدمت کردن شما نشه، یعنی با ساعات خدمتی شما کنتاکت نداشته باشه. اگر کنتاکت داشته باشه شما باید مرخصی بتونه حقوق بگیرید، برید درستون رو بخونید، تموم کنید، بعد بیاد. خب ولی اکثرا اونا که میخونن، حالا کلاساشون کلاسای ارشد جوری هست که کنتاکت نمیخوره، حالا به گونه خودتون میتونید اینا رو اوکی بکنید و برای اینکه ادامه تحصیل بدید، اول حالا برای اینکه اون مدرکتون از دانشگاه محل تحصیلتون که کارشناسی رو اونجا تحصیل کرد فرستاده بشه برای دانشگاه ارشدتون، باید یه تعهد دوباره بدید به آموزش و پرورش. این تعهد این هست که شما بعد تموم کردن مقطع ارشدتون باید دو برابر مدت تحصیلتون، البته کمتر از 5 سال نیست این مدت، خدمت بکنید دوباره به آموزش و پرورش و اجازه آزادسازی مدرکتون قبل از این موقع رو ندارید. برای همین اونایی که قصد مهاجرت دارن بهتره که ادامه تحصیلشون رو، حالا ارشدشون رو اینجا انجام ندن. اگه میخوان مهاجرت تحصیلی انجام بدن اصلا مقطع ارشد اقدام بکنن، چون اگر این کارو نکنن مجبورن دو برابر اون مبلغی که تو دوران دانشجویی ارشدشون داشتن میگرفتن رو اون رو به دولت پرداخت کنن، جریمه بدن و بعد مدرکشون رو آزاد کنن. پس اگه همچین قصدی دارید، قصد مهاجرت دارید و دانشگاه فرنگیان رو هم انتخاب کردید برای مقطع ارشد، اقدام نکنید تا زمانی که حالا بخواد یه جای دیگه اقدام بکنید برای ارشدتون. دوستان عزیزم، امیدوارم که توضیحات من براتون مفید بوده باشه. اگر سوالاتی دارید تو بخش کامنت ها بپرسید، من بهتون پاسخ میدم. امیدوارم که موفق باشید.